از من به من چه شنیدی؟ نه به تو چه شنیدی؟ نه بابا به من ربطی نداره شنیدی؟ نه اینجوری دوشم بالا بندازم تا حالا دیدی؟ نه نه شده یه بار من بگم به تو ربطی نداره؟ نه شده کاری داشتی من رو چشمم نذارم؟ بله نخه فیلمی که گفتی بیام بازی کنم بازی نکردم؟ بله ماشینمو پارک نکردم آدم سر کارت؟ بله مسافر کشی رو کنار نداشتم آدم سر کارت؟ بله بذار این کنار وایسم بهت بگم درد دل دارم لطیف جان. من دارم فیلم بازی میکنم تو ناراحتی؟ نه خب تو نباید یه حالی از ما بپرسی، نباید یه دونه سی دی بذاری کف دست من بذارم رو میز تهیه کننده، اون باورش بشه که من بازیگرم، فیلم بازی کردم، مثل این تازه واردا، مثل این عشق و هنر پلاش نرفتم بالا، بهش میگم ثابت نمین توی فیلم هم یه خواسته زیادیه. این سی دی فیلم رو میخوام، سی دی فیلمی که من بازی کردم. بله. شما کارگردان شما کردن. که الان داریم میریم میشه تهیه کننده. خب الان همین الان میخوام من که بهت تهیه کننده بدم. بهش میگم بعدن با هفته بعد بخوام. آخه من گرفتارم، من بعد برم بخوام. تو چه تو بگو 22 ببین بگو 22 ژوئن مثلا 75 نه من میگم اصلا فیلم کامل من نمیتونم خدمت کامل من کامل خواستم بخوام تکلیف کنم بفروشم بابا اونقدر که سلام میدی من خواستم اینا رو نمیدونم من الان چون گرفتم نه درسته ببین چش من سکانس های خودتون باشه الان اصلا همین سکانس های خودم بله بریم الان بریم اصلا ترتیب گرفت را بیفتن بله نه ناراحتی برگرد آو میزده مراقب این دیویدیه باشین و این لون را پس فراز این از سال چهار ها نگران نباش شما اینا رو نمیشنسی من میشنسم آدم های بسیار مطمئن نه اینا رو که نمیگم بالاخره دو نفر آدم بی ملاحظه پیدا میشنن یه وقت خدایی نکرده کپی بکنن و اینا خب نگرانی تو درک میکنم با عزت من زحمت کم میکنم سوارشو میرسونم نه ممنون پیاده میخوام برم تعارف داری میکنم ممنونم دست شما دارم چرخش به چرخه با عزت به سلامت مواظب خود باش سلام آقای لطیف سلام تسکر میگم آقای لطیف برای چی تسکر؟ آمو برخانی دیگه بله خیلی هم بعد موقع در گذشتم سلام بزرگه نه تسکرم که ازمش بگیم یه کنه برای ساعت هشت بگیم سلام خوبین؟ خوش اومدی؟ حسن نباشی ممنون آقا خانم ببخشی برای چی اومدی اینجا؟ برای چی اومدی اینجا؟ نمیشنوی؟ میگم برش با منی؟ نه با بقل دستم میگم من چی اومد اینجا؟ چی کار باید میکردم؟ چی جو باید از خودم دفاع میکردم؟ اینجا؟ کجا باید میادم؟ محل کارم؟ بله همینجا کجا باید میرفتم؟ شما که گذاشین رفتی؟ برو پایین هم میام برو پایین چی؟ برو پایین هم میام میان دیگه خود بچه من یه نیم ساعت میرم الان میام خوش بگذارم ممنونم ببخشی مگه شما نمیگین که زن موکل عموتون بوده بله خیلی خوب ما میریم دفتر عموتون عموی من مرده بریم دفتر عموتون چیکار؟ این دفتر عموتون اصلا با عموتون کاری نداریم که پرونده هاش اونجا هست دیگه دابره پرونده هاشو میگردیم دنبال این سنه نخ از زنه میگرد بهار خانم شما به من اعتماد نداری منم از این قضیه خیلی دارم شکسته من نمیخوام راجع بهش حرف بزنم اگرم شما نمیخوای با من ازدواج بکنی چه مهم نیست مهمه بهار خانم من میگم خب الان فرصتشو داریم این طفلک بچه گناه داره شما کمک بکنیم مادر بچه رو پیدا کنیم اسیر ما شده مادر اون بچه نزن اولشون اگرم دیگه با من کاری ندارین حرفتون تموم شده من باید برگردم سر کارم لازم دیگه محل کار منم مزاحمم نشه خب چرا شما یه لحظه هم فکر نمی‌کنین عموتون ممکنه اشتباه کرده باشه اصلا شاید نقشه عموتون باشه شاید بخواد زندگی ما رو به هم بزنه چه میدونم شاید اصلا بچه رو عموتون گذاشته تو ماشین ما عموی من برای چی باید این کارو انجام بده من نمیدونم من قاضی نیستم شما با هم اختلاف داشتین چه میدونم
اولا اینکه پشت سر مرده حرف نزنین، کار درستی نیستش. بعدش هم مادر جونم با ما مشکلی داشته، عموی من که هیچ‌وقت مشکلی نداشته. باشه. اصلا عموی شما گل، برای اینکه همین ثابت بشه خب ما یه راه بیشتر نداریم. بله یه راه داریم، اونم اینکه شما دست از سر من برداری بریم بچه‌تو بزرگ کنی. باشه. من بچه‌مو بزرگ می‌کنم. ولی به خودمون بچه گناه داره، بدون مادر بزرگ میشه. شما نگران نباش. همون مادر بچه رو گوشه سر راه شما، بعدش هم خیلی نگرانی، برو پیداشون کن. خب چه جوری پیداشون کنم بابا خانم؟ چه جوری؟ وقتی همه سرنخوش دست عموی شماست، وقتی همه سرنخوش تو پرونده های دفتر عموی شماست، من چه جوری؟ بابا خانم من از شما خواهش کردم تا وقتی که جواب دی ان ای بیاد صبر کنین، شما صبر نکردین. گفتم به من اعتماد کنین که اصلا اعتماد ندارین. اینو اصلا نمیفهمم. من فقط یه خواهش از شما دارم. کمک کنید مادر این بچه رو پیدا کنید. خدا گناه داره. یه جوری نمیدونم. یه جوری منو ببرید دفتر عموتون. بریم این پرونده ها رو بگرده، شاید یه سرنخی پیدا کنیم از مادرش. بابا اصلا اون مادر اگر زن من باشه که من خودم اصرار نمی کنم که بریم ملاقات زن من. بعض موقع اصلا نمی فهمم. برای خانم من با شما اینجوری هم و شما با من اینطوری برخورد میکنی؟ چیه؟ میگم با شما رو راستم. شما واقعا چی ریخته کف دسته؟ میگم بوری کلاغه ها. بوری کلاغه. ممنون تشکر. زحمت کشید. خدا بیامرزش. شده روش نتشه. ببخشید دیگه محترم، حالش خوب نبود. نتونست که بعد برسه. خواهش می‌کنم سلام ما رو برسونید، بعد از طرف ما تسلیت بگیم بهش. حتما خدا نگه. خدا حافظش. سلام آقا منوچهر. سلام دخترم، چیزی جا گذاشتی؟ مگه از من باید چیزی جا بذاره که بیاد؟ شربم خانم، سایل جا شربندم، محترم حالش اصلا خوب نیست، تا خود صبح نخوابیده، حتی گریه هم نکرده. میشه ازتون خواهش کنم یه وقت دیگه بیای؟ این چه حرفیه میزنین آقا منوچه؟ حالا من هیچی، سهیلا عروس این خونه است، میشه نباشه؟ شما درست میگین شبنم خانم. سهیلا جان میشه ازت خواهش کنم یه مدت توی این خونه نباشی؟ به خاطر خودت میگم. بله به خاطر سهیلا میگین یا محترم خانم؟ چه فرقی میکنه؟ میخوام جلوی جنگ و دعوا رو بگیرم. به فرض که سهیلا رفت، تا کی نباید بیاد خونش؟ یه هفته، دو هفته، سه هفته؟ شما خودتون میدونین مشکل سر چیه آقا منوچه. این مشکلم با صبر ما حل نمیشه. اتاقت بالا بود دیگه، پاشو بریم، پاشو بریم مزاحم محترم خانم هم نشیم، داریم استراحت با اجازتون. شکنجه دادن من با تو هم پسرمو که دقش دادی رفت دیگه، دنبالی چی میگردی تو میخونه؟ چشت دنبالی چیه که از در بیرونت میکنم از پنجره میای تو؟
برو که دیگه چشم بهت نیفته. درست صحبت کن محترم خانم. بزرگترین احترامتون واجب، اما دلیل نمیشه هرچی میاد تو دهنتون بگید. سهیلا اون شب تو این خونه نبود. شما خودت بهتر میدونید چی شد که منصور قلبش گرفت راهی بیمارستان شد. اینقدر گناه خودتو گردن دیگران ننداز. آدم زنده وکیل وسیله نمیخواد، خودش زبون داره 4 متر. تو اینجا چه کارایی که خودتو میدازی وسط؟ خواهرشم، پاره تنمه، همه خانوادم اون سر دنیا، تنها کسی رو که اینجا دارم همین یه خواهره. باش، ولی یه موضوع بین من و اون. هر وقت طرف صحبتم تو بودی بیا وسط جواب بده. آخه خواهر من احترام نگه میداره، جواب شما رو نمیده. چی میخواد بگه؟ از دروغاش بگه؟ خودم فهمیدم مادر جون، من و منصور اگه به شما دروغ گفتیم دلیل داشتیم. دلایلتون رو شنیدم. شما من نوه نمیخواستی؟ مگه اون دوتا نوت نیستن؟ بهار و نوه چی هن؟ نوه نیستن؟ این موضوع به تو ربطی نداره. همین دیگه، یاد گرفتی صدا تو بندازی سرت، همه ازت بترسن، جلو دلار راست بشه بگن چشم. آرومتر آرومتر. کارم به جایی رسیده که دو تا بچه تو خونه خودم به این بی احترام میکنن. منوچه اینا رو بندازشون بیرون، اگه با پای خودشون نرفتن زن بزن پلیس بیاد پرتشون کنه تو کوچه. اینجا خونه خواهر منه. البته شما هم اگه دوست داری میتونی بمونی همینجا زندگی کنی، اگرم نه که به همین پلیسی که میخوای زنگ بزنی بیاد بگم یا جلو پرسه تو جمع کنه بندازه بیرون. خواهره چی میگه سهیلا؟ تو وقتی اومدی خونه ما 4 تا تیکه جهازم نداشتی، خودمون عزت و احترام گذاشتیم برای جهاز جور کردیم که سر تو بالا بگیری، حالا واسه من شدی صاحب خونه؟ بریم بیرون تا زنگ نزدم پلیس. باشه باشه، اگه خیلی اصرار دارین که زنگ بزنیم به پلیس زنگ بزنیم، فقط یه چیز قبلش من خدمتتون عرض کنم، اونم این که این خونه به نام سهیلاست، یعنی آقا منصور پسرتون قبل از فوتش خونه رو زده به نامش. تفلک میدونست عمرش به این دنیا نیست، فکرش کرده بود که بعد از مرگش قراره چه بلایی سر زنش بیاری. چی گفتی شبم؟ منصور چی کار کردی؟ خونه رو زده به اسم سهیلا؟ امکان نداره، منصور بدون مشورت من و مادرش آبم نمیخورد. دروغه، شیادیه. شیادیه؟ خیلی خوب، اون مدرک هست تو کیفت بده من، بده به من اون مدرک رو. آقا منشو یه نگاه به این بندازی. سازیه، این که کپیه. اصلش هم هست، اما اصلشو دست شما نمیدم که. دروغ میگن. بریم بیرون از خونه من. این دفعه اونی که باید از این خونه بره بیرون شمایید نه ما. بریم بیرون. حقه دادا مادرم مهره کمرشون ضربه خورده. باید چیکار کنیم دکتر؟ باید استراحت کنن، تا اونجایی که میشه اصلا نباید تکونشون داد. باید بیمارستان بمونن؟ بله. کی مرخص میشن؟ ولی امشب اونجا بستری شن، فردا وضعیتشون بهتر شد حتما مرخصشون میکنیم. شما درد داشتی به پرستار حتما خبر بده. ممنون دکتر. محترم حالت خوبه؟ برو ازشون شکایت کن، نزار بمونن تو خونه. چشم چشم. میره ما موندم بعد از این همه مدت چرا؟ الان باید شما ارتباطتون با خانوادتون خوب شد. اولا که مسئله خانوادگی ما به خودمون رفت داره. بله. بعدش هم شما از این ناراحتی که عموی من موش رو گرفته میدونی؟ کدوم موش؟ بر خانوم کدوم موش؟ بابا شما یه حرفی میزنین دیگه، اجازه بدین من اون زنه رو پیدا بکنم به شما ثابت بکنم. حالا من موندم اصلا عموی شما واسه چی اصرار داشته که
من با شما بیام شرکت. خواست مطمئن شه. خودش به من گفت می‌خواست مطمئن بشه. می‌خواست مطمئن بشه. یعنی شما 1% هم احتمال نمی‌دین که خدای نکرده عموتون بخواد بر من پاپوش درست کنه یا مثلا آقا لطفی شما از من خواهش کردی کمکت کنم اون زن رو پیدا کنی. گفتم چش. من از شما خواهش کردم پر سر عموی خدا بیامرز من حرف نزنی. تهمت نزنی. ولی داری می‌زنی. بله. نه الان که نه من بهار خانم من از معذرت می‌خوام چی گفتم من؟ من چی گفتم؟ من خواهش می‌کنم ببینید من چی گفتم؟ هر چی گفتم معذرت می‌خوام. نشین اونجا میخوایم بیاریم تو خاکی میشیم بفرمید خدا بیامرزه خدا بیامرزتش سلامت باشی خدا رفتگان شما رو بیامرزه خیلی ممنون زنده باشی بفرمایید بابا جون کجا؟ بله کجا؟ آقا جون یه کاری براشون پیش اومد بله رفتن بیرون عجب چرا راستشو بهشون نمیگی؟ رفتن بیمارستان بیمارستان؟ پشی؟ متاسفانه یه حادثه خیلی کوچیکی واسه محترم خانم پیش اومد ای وای مجبور شدن که ببرنشون یه حادثه برای یعنی یه حادثه برای بابا پیش اومده محترم خانم رفتن بیمارستان یه حادثه برای محترم خانم پیش اومده بابا کدوم بیمارستان نمیدونه نمیدونیم چون زنگ زدیم اورژانس اومد ولی همین نمیدونیم کجا بود ای بابا آقا لطیف پاشو بریم نه دیگه کجا بریم دیگه خب بریم بیمارستان دیگه خب نمیدونن کدوم بیمارستان بریم اونجا بابا جون ازش آدرس میگیرن سریع میگم شاید بمونیم اینجا کارمون بهتر راه بیفته یعنی کارمون راحت بشه تو هم وضعیت هم حالا کارتون چی بود؟ ما بگین به شما بگین بله راستش ما اومده بودیم کلیدای دفتر منصور رو بگیم یک کار داشت مگه حتی اگه شما اجازه بدین انجام بدیم بله کلیدای دفتر منصور رو میخواین چی کار؟ بگین نه بگین نه نه بگین بگین دیگه ما حقیقتش اینه که یه موکلی داشتن ایشون یه موکلی داشتن ایشون موکلیشون فکر میکردن که در واقع من زن داشتم الان میخوام زن بگیرم یعنی زن دیگه داشتم الان میخوام زن دوم بگیرم اینه که بعد ایشون پیدا کنیم رفع سوء تفاهم بکنیم مشکل من هم حرف بشه بله من البته الان که بعید میدونم کلید دم دست باشه بله باید بگردم پیدا کنم براتون اینو میشه حالا مثلا این رو تصریح بکنین تو وقتتون رو نهی داره بله حالا من سعیم میکنم چون مشکل دارن یا دیگه فکر میکنم اگه پیدا شد خبر تو ما منتظریم خیلی لطف میکنیم من لطف میکنم با اجازتون اولت بری بله با اجازتون بفهمه با اجازتون خدا نگهدار خدا نگهدار اگه مهنم رو بگیرم بله ببخشید آقا لطیف بله بفرمایید یه ذره تصریح بکنین در صورت شما خدا نگهدار ببخشید کاش منم باهاشون میرفتم کجا باهاشون رفته بودی؟ سایلا تو یادت میره نه؟ فراموشی گرفتی؟ پام شدی میرفتی الان بیمارستان جلو همه سکه یه پولت کنه؟ نه قربونت تو هیچ جا نمیخواد بری تو همینجا بشین مادر جون به من محبت کرده من این همه مدت تو این خونه زندگی کردم بالاخره تو این ماجرا ما هم مقصر بودیم چرا؟ چون بهشون دروغ گفتیم بهش دروغ گفتین؟ تقصیر خودشه چون ازش میترسین میخواست یه رفتاری بکنه که نترسین راستشو بهش بگین باشه ولی بازم ما دروغ گفتیم من مطمئنم منصورم روحش تو عذابه میبینه من اینجوری دارم پدر مادرشو اذیت میکنم
حالا من مطمئنم منصور روحش در آرامشه. از بس دیده الانم داره میبینه که مادرش با تو چه رفتاری کرده. سهیلا داشت از خونه خودت پرتت میکرد تو خیابون. میگم یادت رفته؟ یه ذره سیاست داشته باش عزیزمم، یه ذره فکر کن به کارات. رسم کجاست؟ نمیدونم کدوم خیابونه. باشه من رو خودم میرسم. اونجا برای چی؟ ای بابا جون چی شده کلانتری برای چی؟ باشه شرش من رو خودم میرسم. کلانتری برای چی؟ نمیدونم چیزی نگفت بله. شما کجا پشت من رو افتایی داری میان؟ بیمارستان دیگه، بریم ببینیم دیگه مادر شما. اون وقت من به مادر جونم بگم ایشون کی هستن، با خودم آوردنش بیمارستان. آخون بالاخره من شما نام زدیم، قرار ازدواج بکنیم، محرمیم با هم. آقا لطیف کی با شما همچین قراری گذاشته؟ کی؟ آخون خب کی؟ شما چه اینجوری میکنی؟ خب قرار شد به من کمک بکنین، گفتین هستم پشتت مثل کو وایسادم، بریم مادر این بچه. آقا لطیف من فقط به شما قول دادم تا وقتی که این زن پیدا بشه کمکتون کنم. قرار دیگه با هم گذاشتیم، قولی به شما دادم، حرفی زدم، کاری کردم. الانم لطفا بریم به زندگیتون برسیم تا زن عموی من زنگ بزنه بگه کلیدای دفتر رو پیدا کردم. دنبال منم نیاین. خدافظ. سلام. این از که قرض کردی؟ مال خودمه. بیا بالا. خریدی یعنی؟ حالا بیا بالا. مبارک باشه. من پیاده میرم. یه قدم. سوار من که نیستی، سوار ماشینمی. بیا بالا. بیا بالا. یه قدم راه من میخوام پیاده برم. تعارف میکنی؟ بیا بالا. بیا بالا. درو. شاسیشو بزن بالا. شاسیشو بزن بالا. شاسی نداره. بابا یکی از اون دکمه رو بزن، یه بلد نیستی در رو بکنی، در رو بکن. آقا در ماشین رو بکن. یکی از اونو خاموش کن. اونو چی؟ خاموش کن. چی؟ خاموش کن اونو. بابا یه ذره شیشه رو بده پایین. نمیاد پایین. شیشه رو هم بلد نیستی بدی پایین. یه ذره شیشه رو بده پایین. لطیف صد تا دکمه داره، تازه گرفتم اینو، نمیدونم چیکار کنم. بالاخره که باید پیداش کنی. یکی دکمه رو بزن من نمیدونم کدومه. این بر دکمه این وریا رو بزن. این بر دکمه نداره. بابا هر چی هست بزن دیگه. نداره. من نمیدونم کار نمیکنم. این در عقبات، در عقبات باز. خیلی خوب اصلا بیا جلو بشین. نمیتونم بیام جلو که همین عقب بشینم دیگه. یه قدم رو سوار من که نیستی. سوار ماشین باشه، ماشین شماست، منم سوار ماشین شما ام. دست درد نکنه. یه قدم بشم بهتا. مسخره بازی ها چی انجام میدی؟ بهت میگم بیا بالا دیگه رفیق نمیراش. ارسلان تو خیلی رو داری. ارسلان خیلی رو داری. ماشین چجوری وا کردی؟ نفهمیدم خودم چی شد. خاموش کردم یهو داره باز شد. وای ارسلان خیلی رو داری تو. بر میری بالا مامان منو صدا میکنی بیاد پایین. خیلی دست بنده نه؟ درگیر ماشین هم میبینی که. باشه. یا کن لباساشو کجا ریخته؟ گفتم کی این میخواد آدم بشه؟ وقت زنگ گرفتنشه ها.
هنوز بلد نیست. مایه خانم؟ بله. مایه خانم سلام، حال شما خوبه؟ علیکی سلام. مثلا دم در کارتون داره. چی کار داری؟ بچه خوش نایمد تو؟ بسش بنده دیگه. راستی آقا لطیف، میگم اینقدر این بچه رو دسته اینو اون نده. پرستار مفکی را بردی؟ خب اون بیچاره هم کار و زندگی دارن آقا. بله چشم، چشم. ممنون که گفتی. سلام داری خانم. بله که سلام. حال شما خوبه؟ خسته نباشین. خیلی ممنون. تو خونه هست؟ همین الان اومد. مگه بیرون رفته بود؟ دوباره کی بردتش؟ کیو میگی؟ اوکی زر بچه رو خودتون فرستادی رفته دم نه؟ دیوونه یا تو هم؟ میرزاده رو میگم. آه بچه خونه هست؟ بچه خونه هست خواب. ما آمادم ببرمش. خب بیدار شد خودم میارمش دیگه. از شما درد نکنم. تو برو به کارات برس. کمک نمیخوای؟ نه خیلی ممنون. چیه؟ مامان جان این همون ماشینه که چشم گرفته، میخوام بخرمش. یه نگاه بنداز، نظر بده ببین به من میاد یا نه. مادر جون من که از ماشین سر در نمیارم. ایشالا هر وقت خواستی عروسی کنی ازم بپرس بگو عروس به هم میاد یا نه. با همین ماشین برای عروس میارم تو خونه کیف کنی. خجالت بکش. چرا؟ قدیما اسم عروس که میابردی ها به سر آب میشد میرفت تو زمین. تو بیر رو بیر تو چشای من نگاه میکنی عروس برات میارم. یه بزرگتری گفتن یه کوچکتری گفتن. آخر زمونه واقعا. نظرت حالا ببین چطوره. خب حالا بگو ببینم قیمتش چنده. به قیمت میده رفیقمه، ارزون میده. خب اگه یه موقع خدای نکرده خدای نکرده درش به جایی بخوره قیمتش چقدر میشه درستش کنی؟ بدون رنگ در میاد 200-300 مثلا خیلی بشه. من خودت داری بدی آخه. مامان جان دارم کار میکنم خودم. آره چرا نه. نه یای اون وقت به هم بگی پول بده ها. بگو یه قرون نمیام بگیرم ازت. قول میدم. آخ مطمئنی سوار این بشه بری سر کار بهت بگن آقای مهندس؟ آره همین امروز پشت فرمون نشسته بودم، طرف اومد زد به شیشه گفت مهندس ماشین رو ببر یه سر جلوتر، راه رو بند آوردی. مهندس یه آبی هم بگی روش تمیز شه. الهی فدات شم مامان خدا. خدا حافظ. خدا حافظ. خیلی لطف کردی. خواهش میکنم. ممنون با این همه کار منم خودو نگه داشتم. خواهش میکنم. خدا ان شاء الله به زودی میبینم تو. خیلی ممنون. ان شاء الله برای این کار ان شاء الله میام دیگه. خواهش میکنم. شما خدا نگه دارید. خواهش میکنم. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خواهش میکنم. ان شاء الله خدا نگه دارید. به سلامت. به همه همکارا سلام برسونید. نوید دست بچه رو بگی نخور زمین از پله ها. همکارات بودم؟ آره یه چند مرخصی گرفته بودم واسه بله برون و اساس کشی. این فوت آقا منصورم خورد به تنگش. الان نمیدونم اصلا تو موقعم چقدر ازش کم میشه، اصلا حقوقی مونده یا نه. خب اگه مرخصی گرفتی چرا باید ازش کم کنم؟ چه دریا جون جا این عجل چشمم ورد اونجا تنها پار بود آوردم اینجا فیروزه جون. ببین من همین جوری هم دلم آتیشه، برش دارو بر یه جای دیگه. چشم دریا جون جانم میگم یه وقت از من به دل نگیری یا ببخشی بس که دلم از دست این پسر خونه. همطوری یه چیزی گفتم دیگه. تو هم اینقدر شوهرتو تشویق نکن بره تو این حرفه. میبینی آقا بعدش چی میشه که؟ نه بابا میرزاده اهل این حرفا نیست. خب اگه یه وقت شلوارش دوتا شد چی کارم خواهی بکنی؟ من به میرزاده اعتماد دارم. عمرش شلوارش دوتا بشه. چه نینی نازی داری، چه نینی نازی داری، جو 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 ماشالله نرد خدا زنی. چیکار دارت میکنی؟ نه باش بازی میکنم آروم شده. لازم نکرده بچه رو که نمیتونم تو یخچال بذارم که آروم بشه، همجرد باش بازی کنیم دیگه. بدش به من. میخوای چه کار تو الان بچه رو؟ امروز با بچه بازی میکنی، فردا میبینی حواس بچه کردی. بدش به من.
این همه کار داری بذار بچه رسن باشه، میخواد چیکار؟ واقعا میخواد چیکار؟ میخوام ببرم به صاحبش پس بدمه. بذار صاحبش، خودم میبرم، خودم میبرم، شهر کوتاه بشه. بریم بریم عمو جون، بیا بریم بریم. با خاله وای با کن، با خاله وای با کن. بیا بیا وصلش هم بده من، بده من میبرمش، نگران نباش. بریم 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 عمو جون، بیا بیا. لطیف لطیف آیا لطیف بیزنم بیا بچه رو بگی دستم افتاد. بگی سلام علیکم، بگی بچه رو بگی دستم افتاد. یا قربونت برم، وای وای وای، ببخش اذیتتون کرد. نه اذیت که، با بچه اذیت نمی کنه که. همین زن من اینو بغلم دید یه جوری شد. اینم بگی چی شد؟ دعوا؟ من چه دعوایی دارم؟ نه عزیزم، یه خود بگو مگو شد، نگران نباش. رفتی دفتر فیلم رفتی؟ آره رفتم، اتفاقا فیلمو دادم. چه تعریف کننده نازنینی داره، کارگردانشون تو دفتر بود، فیلمو دید، بازی منو دید، کیف کرد. قول داد، باور کن، گفت کار بعدی تو نقش اول فیلمام. چه کارگردانی شما میخوای به نقش اصلی بازی کنی؟ بدلش نشسته. چی بود اسمش؟ چی بود اسم کارگردانه؟ کیانوش. کیانوش کیانوش چی دادیم کار؟ کیانوش عیاری بوده. بارکلا آقای عیاری، کیانوش عیاری شده. میگفتن آقای عیاری، کیانوش عیاری آره. کیانوش عیاری به شما پیشنهاد بازی داده؟ خودش دید، خودش به من گفت، من بازی دادم، کیف کردم. کیانوش عیاری به شما پیشنهاد بازی؟ همینجوری که قبول نکردم، گفتم یه 3-4 روز فکر کنم، بعد میرم دفتر جوابشو بشم میدم. شما به کیانوش عیاری گفتی من 3-4 روز فکر کنم؟ وای مگه میشه؟ شما به کیانوش عیاری گفتی من 3-4 روز؟ آمید شما صحبت کنید، من یه سکانسم شده بیام اونجا بدون دیالوگم شده بازی کنم. بازی کنید؟ بله. من 3-4 روز میام جواب میدم، بهشون قول دادم میام جواب میدم، حالا ان شاءالله که مثبت بشه تو رو هم اونجا معرفی میکنم. چه اشکال داره؟ یعنی شما به کیانوش عیاری گفتین من 3-4 روز فکر کنم؟ به خودش گفتم، اشکال داره؟ ناراحت شد الان؟ وای مگه میشه؟ نه نه نه، خیلی خوشحال شدم. نه واقعا تو این حرفه بده بگیم 3-4 روز فکر کنم؟ مگه میشه؟ خداحافظ. شبنم؟ بله. بیا. بله. چیه؟ آقا چون پلیس آورده. پلیس آورده؟ آره. خب برو جوابشون رو بده، برو ببینم چرا ترسیدی. جواب بده. بله. سلام. بله بله الان میام. حالا من چی بگم بهشون؟ خودتو جمع جور کن، از هیچی هم نترس، مدرک دست ماست. آخه برو برو، من هستم، برو برو. جام زبان، یه سال دو سال نیست که با اینجایی، بیشتر از 20 سال همه یه همسایی ها شاهدن، تک تکشون میگن. سلام. اینشون هم سلام. سلام علیکم. ایشون یعنی آقای منوچهر ساری ادعا کردن که شما ملکشون رو تصاحب کردید. ما؟ درسته؟ آقا جون ببخشید ببخشید. البته این ملک مال ایشون نیست که خواهر من تصاحبش کرده باشه. مال خودشه. تصمیم گرفته بیاد تو خونه زندگی کنه. تصاحبی تو کار نبوده. جناب سروان، این خونه مال ماست. ما تو این خونه زندگی کردیم. همونطور که خدمتتون عرض کردم، همسایه‌ها همه شاهدن. بله درست میگن. بله. بله درست میگن. درست میگن آقا منوچهر. خونه مال ایشون بوده، سالها هم توش زندگی کردن. اما این خونه توسط پسر مرحوم ایشون که میشن همسر خواهر من، به خواهر من واگذار شده قبل از مرگشون. بله. مثلا تعجب میکنم ایشون چطور مزاحم شما شدن. تمام مدارکش موجوده، تمام و کمال، ایشون هم دیدن. مثلا میارم خدمتتون، الان میارم مدارکو. مدارکی که ایشون میگه شما دیدین؟ بله دیدم جناب سروان، اما جعلیه این مدارک. پسر من بدون مشورت با من آب نمیخورد، چه برسه خونه به اسم کسی دیگه بکنه. آقا جون، حالا حال مادر جون چطوره؟ خوبن؟ چطور میخواستی باشه؟ با این کاری که شما با ما کردین، موره کمرش ضرب دیدی، باید بخوابه. من واقعا شرمندم آقا جون، ما نمیخواستیم اینجوری، یعنی من نمیخواستم اینجوری بشه. ببخشید واقعا. این چه کاری تو و خواهرت با ما کردی؟ خدا رو خوش میاد. نه میدونم من خدا رو خوش میاد.
خواهر بدبخت من از خونه بندازیم بیرون؟ جناب سروان، این وکالتیه که مرحوم قبل از مرگش به خواهر من داد. یادش رفت شبونه اومد دم در خونه من. این هم بینامه ایه که بین خودشون نوشتن، چون سند خونه به نام پسر ایشون بوده. سند خونه به اسم پسرتون بوده؟ بله جناب سروان، سند خونه به اسم پسر منه، ولی این مدارک جعلیه. جعلی یا اصلی بودن اصلا اینجا مشخص نمی کنیم. تشریف میارید ببینیم کلانتری، اونجا همه چیز مشخص میشه. جناب سروان، اینا ما رو از خونه بیرون کردن. آقا جون، ما کی شما رو از خونه بیرون کردیم؟ شما قدمتون رو چه شما جا داره؟ شما هر وقت دلتون بخواد میتونید تشریف بیارید. جناب سروان، موضوع چیه؟ شما میخواین صابخونه رو از خونه خودش بندازیم بیرون؟ خب این نمیشه که. مگر ما مسئله‌ای با شما نداریم؟ تشریف بیارین تو این خونه، همه با هم زندگی می‌کنیم. بله، بفرمایید. هر وقت بخواین تشریف بیارید. تا وقتی شما دو نفر تو این خونه زندگی میکنید، ما حال ما قدم بذاریم تو این خونه. آرامش خودتون رو حفظ کنید. تشریف بیارید کلانتری، اونجا مشخص میشه. آقا ما واسه چی باید بیایم کلانتری؟ ما مدرک دستمونه. شما هم با همین مدارکتون تشریف میارید کلانتری. بفرمایید. آقا بفرمایید. خب دیگه. بله بابش. بله لطیف هستی؟ بابا سری چی نمیگی؟ چی در بزنی؟ بچه خواب بود جون. بچه خواب بود جون. من نیاز دارم باهات صحبت کنم. بیا حرف بزن بابا، بیا حرف بزن دیگه. بچه بیدار شد دیگه. بچه بیدار شد. میخوام راجع به یه موضوع مهم باهات مشورت کنم. آرزو خانم. ارسلان. چیه؟ ارسلان. ارسلان. چیه؟ ارسلان. چیه؟ چه هر دفعه میگم ارسلان بله میگی؟ چی بگم؟ منظورم کلافگیه. ارسلان تو باید، آخه من نمیفهمم، لقمه اندازه دهن خودت برداری، نه هم جنستو نیستن، چرا این کارو میکنی آخه؟ اونا دیگه جنسشون با ما خیلی فرقی نمیکنه. ما هم داریم خونمونو گدبرداری میکنیم، میسازیم میره بالا. خونه را دارین میکوبین میسازین میره بالا، خودتونم گدبرداری کردین دارین میکوبین میسازین میره بالا. چرا نمیفهمی؟ ما با اونا شریکیم، شریک میفهمی؟ اونا الان دیگه پولی ندارن، هرچی داشتن پای بدهی دادن رفته، یه ذره مونده اردن اونجا سرمایه گذاری کردن، خونه هم خودشون تازه ندارن. ارسلان. ارسلان. چیه؟ ارسلان. وای ارسلان، پولدار بودنش مهم نیست، تفکرشون مهمه، تفکرشون یه چیز دیگه است. تو تفکرت هنوز فکر میکنه دیویدی فروشی؟ نه نه، من اصلا فکر نمیکنم دیویدی فروشم. دیویدی ها رو امتازه دارم میدم به آقا میرزاده. همون شد رفت یه جا. بله آمیزاده دیویدی میخواد چیکار کنه؟ به خاطر اینکه گفتش که من یه مقدار اطلاعات فیلم این پایینه، منم یه جا دارم میدم که کارش را بیفته. دیگه سوپر استار شده برای خودش بابا. حالا شما هم فکر می‌کنید همین که رفتید تو کار ساخت و ساز کافیه دیگه؟ آره دیگه، الان که دیگه با اونا فرقی نداریم. البته سر وزن برسم بعد میرم قضیه رو با آرزو خانم مطرح میکنم. گفتم یه مشورتی با تو کرده باشم. چه کار خوبی کردی با هم مشورت کردی. آخیش راحت شدم، سبک شدم. من برم اینا رو بدم امیرزا. ببین این راستی دو تا کارتون گذاشتم برای این بچه، بذار ببینه. تو کارتون میبینی؟ کارتون میتونی ببینی؟ بگی بخواب، بگی بخواب، نخند، نخند، بگی بخواب. یکی همیشه هست که عاشق منه.